وضعیت وضعیت نگران کننده ایه. شما ملاحظه میفرمایید قیمت دلار داره افزایش پیدا میکنه، فیلترینگ هم ادامه داره. حالا اینا ربطش به هم چیست؟ بینندگان عزیز، هموطنان عزیزم، وضعیت اقتصاد وضعیت پیچیده ایه. همون تجربیات گذشته الان هم داره تکرار میشه. قیمت دلار داره افزایش پیدا میکنه، قیمت ارزها داره افزایش پیدا میکنه، التهاب در اقتصاد حاکم شده و همزمان میبینیم که همون تجربیات 40 سال گذشته که مثلا در دوره گذشته در دولت گذشته آقای سیف انجام دادن، در این دولت هم حضرت صالح آبادی دقیقا همون مسیر رو داره جلو میره و در همون مسیر متاسفانه ما متاسفانه ممکنه تجربه ناموفقی رو داشته باشیم. خب چرا، مسئله کجاست؟ چطور دولت مردان ما اینقدر خوشبین هستند، مردم ما اینقدر بدبین هستند؟ از کدام موضع مسئولان دولتی به بازار ارز نگاه میکنند؟ از کدام موضع فعالان بخش خصوصی به بازار ارز نگاه میکنند؟ دقت بفرمایید، در بازار ارز دو عامل اصلی وجود داره که قیمت ارز رو تعیین میکنه. یکی عاملی که تأثیرش به مراتب کمتر هست و دیگری عاملی که تأثیرش به مراتب بیشتر و فوریتر هست. آن که تأثیر کمتری داره تراز تجاری است، یعنی صادرات و واردات. میبینید که مسئولان ما ابراز مسرت میکنند از اینکه مثلا تجارت خارجی ایران در طی چند ماه گذشته بالای 100 میلیارد دلار بوده، مجموع صادرات و واردات به عنوان مثال، و این رو ملاک مثبتی میگیرند برای وضعیت اقتصادی کشور، در حالی که تجربه دنیا نشون میده، تجربه خودمون هم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب این بوده که بیش از آن که تراز تجاری روی بازار ارز تاثیر بگذاره، تراز سرمایه روی بازار ارز تاثیر میگذاره. اونجایی که آمار درستی وجود نداره، اونجایی که دولت مردان میخوان چشماشون رو ببندن و حقایق رو نادیده بگیرن. عزیز من، آقای دولت مرد عزیز، اگر دلت برای کشور میسوزه، وقتی واردات خودرو رو غیرقانونی اعلام میکنی، اون فردی که صاحب مکنت هست، اون فردی که صاحب ثروت هست، پول از کشور خارج خواهد کرد، در دبی بهترین ماشین رو با کمترین قیمت خریداری خواهد کرد، به ترکیه عزیمت میکنه و آپارتمان خریداری میکنه، اتومبیل خوب خریداری میکنه و زندگی مفرح‌تری خواهد داشت. ممکنه به اسپانیا بره، به پرتغال بره، ممکنه به بورلی هیلز امریکا بره، ممکنه به تورنتو بره، ممکنه به ونکوور بره. شما وقتی که زیست پذیری رو در این کشور مختل کردید، وقتی فیلترینگ به وجود آوردید، وقتی ارتباط ایرانی رو با خارج قطع کردید، بخش عمده از ایرانیان دچار مشکل معیشتی خواهند شد و در مقابل حد اقلیتی از کشور که یک چیز حدود 1% جمعیت کشور هستند که در واقع ثروت در دست این افراد جمع شده، چه بسا که به این نتیجه برسند که دیر یا زود این ثروت رو از کشور خارج کنند. وضعیت بازار ارز ما الان نگران کننده است، چون وضعیت حساب سرمایه کشور نگران کننده است، چون ما از خروج سرمایه به مرحله فرار سرمایه رسیدیم. هم نخبگان ما دارن خارج میشن و هم سرمایه های در واقع مالی کشور داره خارج میشه، به صورت ارز متاسفانه داره خارج میشه. اگر بخوام توصیه‌ای داشته باشم خدمت دولت مردان عزیز، به عنوان یک اقتصاددان، به عنوان یک اقتصاددان مستقل که هیچ جا هم بالاخره ارتباط خاصی ندارم که بتونم حرف خودم رو به کرسی بنشونم، مگر اینکه با مردم عزیزم که معمولا لطف دارند و توجه میکنند، این مسائل رو در میان بگذارم. عزیز من، شما هر چقدرم که صادرات غیر نفتی تو افزایش بدی، وقتی که فرایند فرار از کشور تسریع بشود دچار مشکل میشوید. توصیه اکید میکنم که مسائلی رو که مورد نظر اقشار خاص کشور هست مد نظر قرار بدهید. ممکن هست که نظر اکثریت بر یک مسئله باشه و توافق بر روی یک مسئله وجود داشته باشه، ولی کشور رو برای اقلیت هم زیست پذیر کنید. اگر کشور برای اقلیت زیست پذیر نباشه، مثلا فیلترینگ اعمال بشه، مثلا ورود کالای خارجی به طور کل ممنوع بشه، چه بسا که افراد بعد از یک مدتی از کشور خارج بشوند، حساب سرمایه دچار مشکل بشود. حساب سرمایه که دچار مشکل شد، اتفاقا اون 1% که از کشور خارج میشوند برنده خواهند بود و این 99% که جایی ندارند بروند و اعتماد کردند به این کشور، متاسفانه دچار مشکل جدی خواهند شد. لطف کنید دوستان عزیز، اگر این پیام بنده رو میپسندید، به اشتراک بگذارید، لایک کنید، در اختیار افراد دیگر قرار بدهید، شاید که مثمر ثمر افتاد، شاید که عقلانیت به سیاست‌گذاری اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور بازگردد. سپاسگزارم، خدا یار و نگهدار شما.